ایشون هم الان درخواست دادن و میان توی لایف. سلام. سلام. خوب هستی؟ مرسی. من باید به چرخونم دوربینم چون امکانش هست؟ آره میتونم بدی. آره عالی شد. خوب هستی؟ صحبتون بخیر. مرسی. خیلی خوشحالم میبینم اید آفرین جان. منم همینطور. خیلی ممنون که وقت دادین، وقت گذاشتین و الان اینجا هستین برای من و همه کسایی که دارن گوش میدن. و من خیلی خودم هیجان زده بودم که بیشتر از شما بشنوم و یاد بگیرم. و اینکه حالا میدونم که شما خیلی داستانگوی خوبی هستین، برای همین داستان‌ها و روایت‌های مختلف ما برای امروز از شما بشنویم و اینکه شروع کنیم. حتما. می‌خواستم بگم منم آلوده کردی آخری. آره راجع به این دروس از قدیم گفتن دوست ناباب و دوغال خوب و خلاصه آره. این که ما نزنیم به چرخ واقع بخشید بخاریم به چرخ درگیر تلگرام میشه. من دارم قاطی میکنم اینستاگرام. من این شب برای اولین باری مقا تو اینستاگرام چرخیدم. خیلی بچه که من میشنستم میدونم خیلی با اینستاگرام جدیدم. خیلی جای افتخاری واقعا. خیلی فوق‌العاده بوده، هم به عنوان متخصص کار فوق‌العاده است، هم اینقدر به روز و با تکنولوژی جدید و ارتباطی که با این همه از بچه‌های ایران داری، هم کارهای فوق‌العاده که داری اینجا انجام میدی. خلاصه فقط خواستم بگم که خیلی هیجان انگیز بود دیدن کارات. مرسی، لطف دارین شما. امیدوارم که ما آفرین های بیشتری داشته باشیم. من حالا دوست دارم که همجور ادامه بدیم و شما از من تعریف کنیم. من خوب میدونم که خیلی مباحث قشنگ و چیزای خوبی برای ما آماده کردین که دوست دارم نارم بشنم. ولی مرسی، لطف دارین. و این که من خودم بعضی وقتا فکر میکنم که اصلا خیلی جای پیشرفت داره این ویدیو ما همه چی، ولی واقعا دیگه شما میبینید وقت نمیشه اصلا وقتی که تو زندگی واقعی هم هزار تا شغل دارید. همیشه جا برای پیشرفت هستش، ولی همین قدرم که داری انجام میدین خیلی خیلی عالیه. ما یه مقدار همیشه این بحث رو اینجا با همکارا داریم که وقتی تو کار درمان و روان درمانی رو میافتیم یه خود از جاهای دیگه غافل میشیم، خیلی فوکوسمون روی کاره. و این تنوعی که تو کار داری خیلی برای من جالب بود، اینکه خب به همه جا داری میرسی دیگه. و مسلماً هیچ وقت ما هر چقدر هم پیشرفت کنیم چه خالی نیستیم دیگه، همچه جا برای پیشرفت هستش. ولی خوبه که گاهی اوقات آدم پاس کنه ببینه که من از کجا اومدم به کجا و چه کار دارم میکنم. همه کار خوبی که داری میکنی واقعا. آره یه روشونه خودت هم بزنی یکم خودمو بغل کنم. آره متاسفانه ما دوری والا من دیگه حالت نمی‌کردم. اندر باب سو جانسون خود مای سلف تایتل این حرفا. آره خب من این کامنت ها رو آف میکنم که ما شما بتونیم با تمرکز بیشتری صحبت کنین. آخرش اگه وقت شد باز میکنم که آدم ها سوال بپرسن. نه کسی که دوستن. خب شروع کنیم. آره همچون که گفتی من قصه گو هم. امروز واقعا داشتم به این فکر میکردم، یادم افتادش که من چند 7-8 سالم بود میرفتم رو پشت بوم از اونجا خونه‌های مردم رو نگاه میکردم، دید میزدم. همچه فکر میکردم که هر کدوم از اینا مثلا تو حیاتشون رو نگاه میکردم، بعد فکر میکردم هر کدوم اینا یه قصه ای دارن، مثلا چقدر هم خودشون پای قصه های اینا. همیشه خب قصه گویی رو خیلی دوست داشتم، قصه شنیدن خیلی دوست داشتم. برای امروز هم برای شما چند تا قصه دارم. داشتم فکر میکردم راجبه چی صحبت بکنم، یه چند تا ممکن است به هم نرسیم، اشکالی نداره، ولی شاید خوبه که مقدار ذهن مخاطبمون آماده باشه برای اینکه منتظر چی هست. امروز بکنم یه مقدار داستان خودم رو بگم با EFT که Emotional Focus Therapy امروز میخواییم باش یه مقدار آشنا بشیم، داستان سو جانسن رو بگم با EFT و قصه سومم هم اگر برسیم یه توصیفی از یه جلسه زوج درمانی که با EFT میشه. عالی. درسته سه تا قصه داریم، حالا ببینیم به کدومش نرسیدیم هم هیچ اشکال نداره. من از خودم بخوام یه کمی بگم که من 20 و چند سال پیش اومدم امریکا. باردار بودم اومدم امریکا و من و همسرم تنها بودیم اینجا، خیلی کسی رو نداشتیم. خیلی مهاجرت راحتی نبود از نظر احساسی، خیلی من یه دوره سختی رو گذروندم اوایل مهاجرتم.
همون موقع فهم میکردم که من خیلی مسائلی که خیلی از مهاجرهای دیگه دارن رو ندارم. مثلا خدا شکر مشکل اقامت نداشتیم، مثلا ما با دعوت اومدیم اینجا، با دعوت از طرف خود دولت امریکا به خاطر کار همسرم. مشکل مالی نداشتیم، مثلا روزی که همسر من اومد اینجا شغل داشت، از همون روز اول کار داشت، مشکل سکون، خیلی چیزایی که مهاجرهای دیگه باش درگیرن رو ما نداشتیم، ولی با این حال اینقدر من سخت گذشت و همین تجربه باعث شد که من به این فکر بیفتم که خیلی دلم میخواد که بتونم به مهاجرهای دیگه کمک بکنم. و این میگم شاید تلخی که خودم تجربه کردم برام یه انگیزه شد. خب بعد از یه مدتی به راه افتادم و اینکه دلم خواست چیکار بکنم، فکر کردم دوستام بیان توی رشته، بیام روانشناسی بخونم و بشم مشاور برای مهاجرای دیگه. خب بعد از چند سال رسیدم بهش با سختی بسیار و وقتی که شروع کردم به خیلی هم از اول همیشه تمرکزم روی مهاجرا با از فرهنگ‌های مختلف، حالا نه صرفا ایران، ولی خیلی علاقه من بودم به زندگی بعد از مهاجرت که چجوری ما میتونیم کسی رو که مهاجرت میکنه رو ساپورت بکنیم. من بعد از اینکه درسم تموم شد، دوره دوره پرکتیکامو که شروع کردم، خیلی استراب داشتم. زبانم خوب نبود، فرهنگو نمیشناختم، همه چیز برای من تازگی داشت. ترس از اینکه نکنه آدمو نخوان اصلا بیان پیش من، میگن مثلا ما چرا باید بریم پیش یه نفری که بی تجربه است و ناآشناست، و خلاصه خیلی استرابای خیلی زیادی. و این استرابا دوباره باعث شد که من دیگه همچون خودم به این در اون در میزدم، هر دوره آموزشی پیدا میکردم میگرفتم و مثلا همه چیز رو میخواستم تو همه چیز سرتیفاید باشم، از CBT و DBT و ACT و EMDR و من هر چیزی که تو اون دوره بگیر، من مثلا این دوره ها رو میگذرونم خارج از برنامه دانشگاهی که احساس گاهی قدم احساس میکنم از دیگران عقب‌تره، وقتی یه جوری میدوه که دیگه خلاصه با این انگیزه شروع شدش که نکنه من کم بیارم به خاطر حالا محدودیت هایی که دارم. ولی به هر حال من دوره پرکتیکامو شروع کردم به مراجع دیدن، و تا یه روزی که سوپروایزر من من گفتش که خب دیگه میخوام زوج ببینی، من دیگه دوباره دست و پام شروع کرد لرزیدن که من اصلا بلد نیستم، اصلا من با زوج چجوری بشینم، به کی نگاه کنم، با کی حرف بزنم، چی بپرسم. دوباره از اول تمام اون ترس و ناامنی ها اومدش. سال 2008 بود، به هر حال به من گفتش که بیا با سو جانسن آشنا شو و من میخوام که تو این EFT رو یاد بگیری، برای اینکه خیلی بهت کمک میکنه. تا قبل از اون من واقعا حسی که داشتم این بودش که احساس میکردم تو جلسه‌های درمان و توی حتی دوره‌ها و کلاس‌ها و اینا که میرفتم، مثلا انگار من یه کفش تنگ پوشیدم، هی دارم به زور به خودم میگم که ببین باز میشه دیگه، مثلا درد داره ولی خوبه ولی برو. واقعا تو تمام حتی تو دوره دانشگاه من بچه آدم خجالتی بودم، همزمان هستم خیلی اهل جنگ و اینا نیستم، ولی تو خودم خیلی جنگ بود. در سر کلاسا که میشستم همش این احساس رو داشتم بابا این کار نمیکنه، این چیز که شما میگین به فرهنگ ما نمیخوره، این چیز که شما دارین میگین اصلا با ارزشای من جور در نمیاد، این درست نیست. مثلا میمدن راجع به پرسونالیتی دیزوردر حرف میزدن که این نارسیسیست، این بوردر لاین، خیلی من اذیت میکرد این چیزا. و دائم میگم حس اون کفش تنگه بود که خب داری اذیت میشی ولی همینه دیگه، تحملش کن باز میشه. مثلا احساس میکنم همش باید کش بدم خودمو، هی خودمو مثلا مجبور بکنم به اینکه من جا بیفته برا من. با سوپروایزرام همینطور، خب دیگه شخصی بود، یک به یک بود، خیلی راحت هم میتونستم اون درگیری‌های درونی خودمو براشون بگم که اونجا خیلی سوپروایزرای واقعا خوبی داشتن همون مدت، ولی خیلی هم سعی میکردن که منو بفهمن، کمک بکنن، ولی همش شاید دلم این بود که شما نمیفهمین اصلا اون چیز که من میگم، اون درد من یه چیزیه که انگار کسی نمیتونه بفهمه که من چرا انقدر درگیرم با نه که میگم با یه قسمتهایی از هر مدلی، یعنی هر دورهی که میشستم از ACT گرفته که مثلا commitment therapy خیلی دوست داشتم، ولی دوباره یه جاش گیر میکردم، میرسدم به اصلا CBT یه جاش دوباره گیر میکردم. وقتی که EFT رو شروع کردم یه دفعه
حس اون تشت شیره که میذاری توی پاد و مثلا گل روز میخوری و داره ماساژت میده، واقعا مثلا اون احساس رو داشتم. ریلر این اونه که من میخوام، این مثلا چقدر فرق داره، چقدر نگاهش نگاه جهانیه، چقدر اصلا به دور از فرهنگ و مذهب و سن و جنسیت، و اصلا خیلی به من چسبید. و یه پنجره میخوام اینجا باز بکنم که من اول خوشحالم این همه تئوری‌های مختلف رو فهم کنم، هر کسی مال خودش رو پیدا میکنه. یعنی این که من دارم میگم اصلا این انتظار ندارم که شاید همه با یکی ممکنه با یه تئوری دیگه انقدر کنه ارتباط برقرار بکنه، ولی برای من تجربه من این بود. من یادم اون روزی که این دوره رو گذروندم عکسش هم دارم، اومدم رو فیسبوک زدم که من وقتی بزرگ بشم میخوام سوجانسن بشم. یه جوری با هم اصلا خیلی چیز شد دیگه، خیلی بهم چسبیده. توی هم بچه های من هم دوتا پسر دارم، پسرم کوچیک بود، دفعه اومد به من گفتش که مامان من نمیتونم بزرگ شم، میخوام سوپرمن بشم یا میخوام بتمن بشم، تو خیلی اهل این چیزای سوپر هیرو اینا بود. مامان تو میخوای، تو دوست داری چی بشی؟ گفتم من دوستم سوجانسن بشم. مثلا من نگاه کرد گفتش که مثلا بتمن اینجوری پرواز میکنه، سوپرمن اونجوری میکنه، سوجانسن چی کار میکنه که تو میخوای سوجانسن؟ آدم ها رو با هم نزدیک میکنه مامان، سوجانسن وقتی آدم ها با گوجه با هم پرواز میکنه، وقتی حالشون خوب نیست میام پیش سوجانسن، سوجانسن حالشون خوب میکنه. من گفت چرا نمیرم پیش مامانشون، اون وقتی حالشون خوب نیست برم پیش مامانشون، مامانشون دوستشون میکنه، حالشون خوب میکنه. من گفتم دقیقا سوی جانسن هم کارو میکنه، چقدر خوب فهم میدونه سوی جانسن میدونه که چجوری مامان باشه. خلاصه این داستان من با حسایی برای سوی جانسن تبدیل کردیم. این داستان من با آشنایی با EFT و خب از همونجا ادامه دادم و دیگه سالها بعدش تو این سالها همجور تعقیب میکردمش، هر جا که بود تو جانسانت کانداس من کالیفرنیا، ولی میومد اینجا میرفتم سمیناراش و کتاباش رو میگرفتم و فیلماش رو همجور تعقیبش میکردم تا چند سال پیش که، و خیلی هم آدم در دسترسی، سوالی داشتم مثلا توی سوشال میدیات و تو فیسبوک اینا بهش میفرستدم به فاصله جواب میداد. و دیگه تا چند سال پیش به من گفت چرا نمیای دوره ها رو بگذرونی، و من اصلا هیچوقت احساس نمیکردم که خب خیلی فرق میکنه، ولی از اونجا دیگه شروع کردم دوره رو به طور رسمی گذروندن و دوباره اون حسی که خب دیگه جلو بود به خاطر همکاری با ایران سوپروایزر شدم، سوپروایزر EFT شدم، و الان خب یه چند وقتی هم هستش که با همکاری دوست خیلی خوبمون یه کامیونیتی EFT تو ایران رو شروع کردم. این داستان ما الان داستان سو چیه؟ سو خود شریف مثلا من سر اینجا وایستم ببینیم. نه خیلی هیجان انگیز و جالب بود و منو بهم یادآوری کرد همین که خیلی تاکید میکنن که چون تحقیقات هم حتی تفاوت بعضی وقتا تفاوت خیلی کمی و اصلا ناچیزی بین تاثیرگذاری رویکردهای مختلف نشون میده، و این خیلی مهمتره که کسی که درمانگری که داره اون رویکرد رو استفاده میکنه چقدر احساس کنه که همون مثالی که شما زدین کفش تنگه و احساس کنه واقعا فیت خوبی براش هست و راحت باهش و میچسبه بهش. و من فکر میکنم که این چیزی که شما گفتی خیلی منو یادآوری از اون که خیلی نکته خوبی بود. هر چیزی که خود سو تعریف میکنه میگه که من درسم تموم شد و شروع کردم با زوجا کار کردن و میدیدم که هرچی بیشتر میخونم و میگردم کمتر موفقم تو کارم و همش میومدم تمام تو کتابخونه ها بودم، کتاب تئوری مختلف رو میخونم، با آدمای مختلف حرف میزدم و توی درمان فردی خب خیلی پیشرفت کرد و خیلی موفقیت های خوبی و تحقیقات زیادی شده، ولی تو درمان زوجی واقعا دنیا خیلی عقبه. و میگفتش که اینقدر هرچی میگشتم میدم که هیچ چیزی به من کمک نمیکنه، تمام چیزایی که تو کتابا و فیلما و اینا میبینم کار نمیکنه، واقعا میارم همه رو اینو اجرا میکنم و اون اتفاقی که باید بیفته نمیفته. و تصمیم گرفتم که بشم جلسه خودم رو ضبط بکنم و بشنم اونا رو نگاهشون بکنم، زوجا رو نگاه بکنم که ببینم که تو جلسه های زوجه من چه اتفاقی میفته. و با تعداد خیلی زیادی رو که مثلا همه رو نگاه کردم گذاشتم کنار هم، دیدم که یه پترن، یه الگوی خاصی تو تمام زوجا هستش تقریبا تو اکثر زوجا. و اون شروع کردم یه یادداشت برداشتن و یه بیشتر مطالعه کردن که ببینم این شباهتی که وقتی که زوج میاد برای درمان همه دارن
انگار یه چیز مشترکی رو میگن اون چیه و اون میدونیم که چیه. شما بگید از زبون سوگن. Are you there for me؟ عنوان گفتگوی امروز ما همینه که میگه سوال تقریبا من میدم همه زوجا، چه زن و مرد و تو هر سنی و تو هر شرایطی که هستن، انگار یه سوال مشترک همشون دارن و اونه که آیا بر من هستی؟ من میتونم به تکیه بکنم، میتونم رو تو حساب بکنم. و انگار زمانی که جواب این نه هست یا نامشخص هست، اینا خیلی به هم میریزن و اختلافاتشون شروع میشه. و خب یه در خیلی بزرگی رو براش باز کرد و ضمن اون که شروع کرده بود اتچمنت تئوری رو، تئوری دلبستگی رو بررسی کردن و یه مقدار به اون صحبت میکنم که این چجوری به اون ربط پیدا میکنه. در واقع هر اون جایی رو که یعنی چیزی رو که توی اون تمام زوجا مشترک میدید اینه که اون زمانی که زوجا احساس اینو میکنن که تو برای من تکیه‌گاه نیستی، یا اینکه مطمئن نیستم هستی یا نه، اون موقع که اون شک شروع میشه، یا اینکه اون حس جوابی که میگیرن نه هستش، من در کنار تو خوشحال نیستم، وقتی که از تو دور میشم مضطربم، وقتی که ناراحتم نمیتونم بیام پیش تو، وقتی که نیاز دارم مطمئن نیستم که بتونم به تو تکیه بکنم، تمام اینا چیزاییه که زوجا رو به هم میریزه و اختلافاتشون شروع میشه. و دید تمام این خصوصیاتی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم دقیقا خصوصیاتی که فرزند با مادرش داره. در مورد آفرین جون هر جا دوست داری لطفا بیا درم این پاتن. خیلی لذت دارم ده. لطفاً هم حتی خیلی چیزای خوبی داری که اضافه بکنی اگه دلت خواهد جو اتشمن توری چیزی رو اضافه بکنی یا توضیح بدی مثالی بزنی من خیلی خوشحال میشم. مرسی. این چه داستان سو جانسون که گفتین برای من خیلی جالب بود و منو دوباره برد به اون دفعه اولی که من یه ویدیو توی یوتیوب از سو جانسون دیدم که راجع به جلسش با یکی از زوجها بود، ولی این جملهش خیلی تو ذهنم موند به خاطر که من خودم حالا من هم ایندیویژوال میبینم، هم فامیلی میبینم، هم کاپلز میبینم، ولی پشن اصلی مثلا دلیل که وارد این رشته شدم با پشن و علاقه با کار کردن با زوجا وارد این رشته شدم، خیلی خیلی دوست داشتم. و یکی از دلایلش هم فکر می‌کنم این بودش که وقتی که دور و برم و جامعه رو، حالا اون جامعه‌ای که من مرکزش بودم و نگاه می‌کردم، رابطه‌های شاد خیلی کم می‌دیدم. و بعد فیلم آدم نگاه می‌کنه، داستان می‌خونه، تو این فیلم و داستان و اینا همیشه هپی اندینگ و خیلی آدم رو به هم میرسن و اینا، و همیشه آدم تو اون ذهن، مثلا وقتی راهنمایی بودم تو ذهن اون موقع اینجوری بودش که خب اگه واقعا میشه رابطه خوب داشت، پس چرا این رابطه خوب خیلی زیاد نیست؟ پس حتما یه کلیدی وجود داره که ما بلد نیستیم. بسیار بچه خردمندی بودم و من از دبیرستان تصمیم گرفتم که وارد روانشناسی بشم. و خب موقعی که دبیرستان بودم هر آنچه از منتال هلت میدونستم اون زمان فقط سایکولوژی بود، روانشناسی بود. که بعد حالا روانشناسی خوندم و بعدم اومدم آمریکا مرجن فمی تراپی خوندم و بعدم مدیکال فمی تراپی خوندم. ولی اولین ویدئویی که از سو جانسون دیدم اینش خیلی در ذهنم بود که میگفتش که من با زوجایی کار میکنم که بعد 10 سال 15 سال میان تراپی و اینا یه رنجی رو با خودشون انگار درگ کردن، کشیدن و حالا بعد 15 سال اینو مثلا میخوان آنکاور کنن یا آنباکسینگ کنن یا حالا هر چیزی. و بعد از اینکه من باشون کار میکنم، جلسات درمانی داریم، حالا بعد از هر تعداد جلسه اینا گزارش میکنن که رابطهشون بهتر شده. بعضی وقتا حتی تعجب میکنن، میگن که مگه میشد انقدر خوب باشه و تو همه این سالها خوب نبود. بعد این جملهشون من خیلی تاثیر گذاشت که گفت من بعضی وقتا واقعا افسوس میخورم که شما میتونستین این رابطه خوب رو 15 سال گذشته هم داشته باشید ولی نداشتین به خاطر اینکه تراپی نیومدین یا روش کار نکردین یا حالا آگاهی‌های دیگه. و این برای من، بعد من که خودم شروع کردم با زوجا کار کردن اینو خیلی دیدم. من توقعم همیشه قبل اینکه با بیام زوج درمانگر بشم این بودش که احتمالاً زوجایی که من می‌بینم بیشترشون آدمای جوونین، احتمالاً فهمیدم مثل خودم آدمای جوونین که خیلی اکسایتدن راجع به رابطه و می‌خوان چیزی یاد بگیرن، برای همین خیلی جوون و قبل رابطه و اول رابطه میان توی تراپی. اول وقتی کار کردنم چه جالب، اکثر زوجایی که من باشون کار میکنم 6 سال 10 سال 15 سال از رابطهشون میگذره و بعدش میان تراپی. و دیدم که این یه الگویه که آدم ها همیشه میگن درست میشه،
این بشه درست میشه، بچه دار بشیم درست میشه، حالا بهتر میشه، و یه جایی دیگه میشه enough is enough، بس دیگه، حالا بریم ببینیم میتونیم کاری بکنیم یا نه. آره اینم تجربه ای من بود، ولی من دوست دارم که حالا باز بیشتر از ادامه داستان سو جانسون از شما بشنم. چیزی که داری میگه خیلی جالبه. من هفته گذاشتم توی کلاس EFT بودم و یه گروهی از درمانگرای اینجا دقیقا همینو داشتم بهشون گفتم که یه درمانگر زوجی داشتیم صحبت میکردیم که کیس یکی از همکارا بود و داشتم اونا میگفتن که مثلا چقدر غم‌انگیز دقیقا هم که میگه مثلا این همه سال اینا توی این چیز موندن، توی این درد موندن، چقدر و خب رابطهشون بهتر شده بود، اون عشق شوق رو تو جلسهشون میدیدیم که بعد اینا میگفتن باید چقدر غم‌انگیزه که اینا این همه سال این درد رو کشیدن و الان دقیقا به چیزی که میخوان رسیدن، خیلی آدم رو لمس میکنه. و من داشتم بهشون میگفتم این غم‌انگیز ترش برای من همیشه چیه، اینه که چقدر آدم ها نمیدونن این رو. اینی که آره میان تو جلسه و خیلی رو من اثر میذاره که ای با شما 20 سال دارین اینجوری با خودتون می جنگین، با همدیگه می جنگین، دارین زجر می دین خودتون و همدیگر رو، و چقدر بعد و یه دفعه یه موج از استراب میاد تو من که ما الان دیگه داریم راه حلش رو، الان ما می دونیم قبلا نمی دونستیم چی کار بکنیم، الان می دونیم. و حالا دوستایی که من می شناسن می دونن که از خانواده گرفته و تا که اصلا حبوه همسرمه دیگه، میگم وقتی یه فیلم اومده دیگه ما. ولی مثلا خیلی از هم میپرسن که چرا اینقدر تو اصلا دیگه زندگی تو وقف کردی روی یه فیلم دیگه، ما مثلا نمیشه تو یه جمله بگی از یه فیلم حرف نزنی. واقعا به خاطر اون حس مسئولیتی که احساس میکنم که حالا که من راه حل رو میدونم مسئولم که انتقالش بدم، مسئولم که به درمانگرای دیگه بگم، مسئولم که به آدما نشون بدم که شما لازم نیست اینقدر زرج بکشین، راه حلشو داریم، بیاین مسکنش اینجاست، میتونیم نه تنها مسکن که دردتون آروم بشه، این که دقیقا این چیز که میگه خوشحالم باشه، فقط این نیستش که درد نداشته باشین، این که بتونین لذت ببرین. چیزایی که میخوام بگم توی EFT برای من و شاید خیلی از آدمای دیگه جذاب بوده، یه چند تا چیزای کلیدیه. یکی علمی بودنشه. EFT رو مثلا کسی نشسته بنویسه فکر کنه و بگه که من احساس میکنم، خیلی آره خیلی روش تحقیق زیاد شده و تحقیقا نشون میده که بالای 70% کسایی که یه دوره درمان EFT رو گذروندن گفتن که ما تغییر خیلی بزرگی کرده رابطم، ببخشید بالای 70% گفتن ما به اونجایی که میخواییم رسیدیم، و بالای 90% گفتن تغییر خیلی بزرگی کرده. به خاطر همین اصلا سو جانسن میگه که EFT یه انقلابه توی روان درمانی، این یه انقلاب جدیدی که ما نداشتیم یه همچین موفقیتی رو قبلا که انقدر درمان موفق باشه. و حرفی که میزنه میگه ما کاری که کردیم در واقع اون کد عشق رو شکوندیم، و میگه ما همونطور که مثلا کلسترول و چه می‌دونم فشار خون رو اندازه میگیریم، ما عشق رو میتونیم ببریم تو آزمایشگاه اندازه گیری بکنیم بر ما کاملا. و خب آزمایش هم داره، ویدئوهایی هم روی یوتیوب هستش که نشون میده که مثلا یه زوج رو میبرن توی دستگاه هایی که سیتی اسکن مغز میکنن و قبل و بعدش رو اسکن. آره خیلی اون ویدئوه، خیلی ویدئوی که من زیر نویسم کردمش، میتونم بفرستم دوستان اگه میخوان اون رو ببینم. یاد اون ویدئوه نبودم اصلا، الان گفتیم چقدر ویدئوه خوبیه که نشون. بله برنی براون همون پیدا شده. ولی آره حالا با مزه میگه برنی براون، من اون موقعی که مثلا گفتم میخوای ما بتمن بشی یا میخوای سوپرمن، گفتم من نمیدونم، میخوام برنی براون بشم، بزرگ بشم، میخوام سوپرمن. هنوز هم فعلا این دوتا رو همچنان تعقیب میکنم. فیوریت ها. آره آره. نه سوال بپرسم میخوام برای کسایی که میشنون، وقتی که اون جمله گفتین که جمله اصلش این بوده که جمله اصلی که کشف کرده الگوی بین زوجها این بوده که آیا are you there for me، آیا میتونم به تو تکیه کنم. بعد وقتی راجع به تکیه کردن دلبستگی حرف میزنیم، خیلی میث‌ها و باورهای درست و غلطی وجود داره در جامعه، و فکر میکنم آدم ها وقتی اینو میشنون میگن که خب پس دلبستگی خوبه، دلبستگی بده، وابستگیه که خوبه، وابستگیه که بده، من باید مستقل باشم، پس چجوری هم اینا، فکر میکنم یه ذره براشون ممکنه پیچیده بشه. روی این کامنتی دارین که یه ذره شفاف‌تر بکنه برای آدما؟ خیلی خیلی سوال خوبیه و دقیقاً چیزی که داره میگه منم خیلی وقت اینو میشنوم که این چیز پیش، این سوال پیش میاد که وابستگی خوبه مخصوصا یا نه.
تئوری دلبستگی رو ما در واقع از بچه ها یاد گرفتیم با نگاه کردن به رفتارهای بچه ها و رابطه فرزند با کسی که ازش مراقبت میکنه. حالا ما اسمشو میذاریم مادر، ولی میتونه مادر بزرگ باشه، پدر باشه، اون کسی که بچه رو نزدیکترین فرد به بچه و بچه رو بزرگ میکنه. توی تئوری دلبستگی باورشون بر این هستش که اگر که مادر در دسترس باشه، ARE دیگه Accessible Responsive Engage، اگر در دسترس باشه، پاسخگو باشه و از نظر احساسی درگیر بشه با بچه، بچه یک اتچمنت دلبستگی ایمنی رو میسازه. الان صحبت سن این که تعریف بچه ایمن چیه؟ بچه که دلبستگی ایمن داره، بچه یه که وقتی زمین میخوره میره سراغ مامانش، من وقتی دردم میاد مامان تو بیا بوس کن خوب بشه، برای که میدونه مامان اون جایگاه امنه. وقتی میخواد بره پارک، میخواد بره سوار سرسره بشه، برمیگره به مامانش نگاه میکنه، مامان اینجاست و من ریسک میکنم، میرم وقتی که بخوام با آدم ها حرف بزنم خیالم راحته. من چون وقتی مثلا بچه رو میذاری یه جای بلندی میگی بپر، بچه میپره و اینکه اعتماد داره، میگه من میتونم به تو تکیه بکنم. و ضمن این که وقتی از مامان دوره ناراحته، دلش برای مامان تنگ میشه، ولی وقتی مامان برمیگرده خیلی خوشحاله، میپره تو بغل مامانش، مامانش رو میبینه. اینا تعریف یه بچه ایمنه. اتفاقی که میفته این بچه اگر بچه ایمنی باشه، وابستگی خیلی شدیدی به مادر داره. چرا؟ مادر تکیه‌گاهشه، مأمن امنشه، دوستشه، میخواد در کنارش باشه. ولی این وابستگی شدید باعث این میشه که وقتی میره تو مهد کودک خیلی خوشحاله و با بچهای دیگه بازی میکنه. چرا؟ برای اینکه تو دلش هستش که من میرم خونه مامانم سر ساعت 3 میاد منو برمیداره. یه روز 10 نمیاد، یه روز 5، یه روز دیر بیاد، یه روز من تنها بذاره، من میتونم بهش اعتماد بکنم. مامانم وقتی که میاد منو بغل میکنه، نوازش میکنه، میبوسه، بهم غذا میده، برام قصه میخونه، با من بازی میکنه. پس من بدون مامان خوشحالم. در واقع اون قمر رو ممکنه داشته باشه بچه تو یاد مامانش بیفته بگه دلم تنگ شد، ولی بلافاصله میتونه خودش آروم بکنه. که داستان رگولیشن هستش دیگه، که بچه وقتی که کو رگولیشن میشه، یعنی وقتی ناراحته مامانش آرومش میکنه، خودش سلف رگولیشن رو یاد میگیره که من وقتی پیش مامان نیستم، بودن اون تو ذهن من، اگه من بیفتم زخمی بشم یکم دردم میاد، ولی تا برسم به مامانم میگم مامان چسب میزنه، بوس میکنه، خوب میشه. بر همین این سلف رگولیشنه که من میتونم خودم رو رگولیت بکنم. بر همین اگر نگاه بکنیم، وابستگی باعث میشه من به تمام دنیا از همه دنیا مستقل باشم. وقتی که این بچه ها اعتماد به نفس خیلی بالایی دارن، تو درس و کار و دوستیاشون خیلی موفق تر هستن، احساساتشون خیلی مثلا ترسا و استرابا و خشم و اینا خیلی بالا پایین نمیره، بلکه یاد گرفتن که خودشون رگولیت بکنن. و رگولیت کردنش فقط با بودن اون مادری که تو ذهنشه، مادر امنی که تو ذهنشه. اگر ما بخوایم بگیم وابستگی چیز بدیه، اصلا چیز بدی نیستش، ولی ما برای همین میتونیم تعریف کنیم که وابستگی سالم و وابستگی ناسالم داریم. حالا اگر مادری باشه که نتونه ARE باشه برای بچهش، اون خصوصیاتی که گفتیم رو نداره، این بچه تبدیل میشه به بچه خیلی ترسیده و ناامن. بر همین وقتی که بیرون از خونه است همش وحشت داره، نکنه مامان نیاد منو برداره، نکنه مثلا مادر میره تو آشپزخونه اونجا چسبیده به پاش، مامان میخواد میره مهمونی، میره پشت مامانش قایم میشه، میخواد مثلا بره بالای سرسره، میترسه، میگه من نمیره، هیچ نه حاضر ریسک بکنه، نه دلش میخواد از مادر جدا بشه. از مادرم وقتی در کنارش هست خیلی خوشحال نیست، عصبانیه، برای اینکه مادر مثلا اون زمانی که زمین خورده به جون که بیاد بوسش بکنه، نوازشش بکنه، میشه که بیورزه مثلا بلند شد دیگه، چقدر چلفتی هستی، چرا مادر نه اون مأمن امنه، نه اون تکیه‌گاهه، نه در کنارش خوشحالم، نه وقتی دور هستم ازش خوشحالم، احساس امنیت میکنم. بر همین وابستگی که پیدا میکنه اینه که من بدون تو هیچم، من خیلی هم از تو عصبانیم، هم بدون تو میترسم و میشه یه آدم خیلی وابسته ای. بر همین تفاوت این سوالی که آیا وابستگی چیز خوبی هست یا چیز بدیه، به نظر من سوال خودش سوال، یعنی باید خوردش بکنیم که وابسته. حالا دقیقا همین رو ما تو رابطه بزرگسالی میبینیم. یه آدم امن، یه زوج امن، زوجی هستن که وقتی که من به همسرم در کنارش هستم خوشحالم،
وقتی ازش دورم دلم براش تنگ میشه، ولی لازمم نیست روز 6 دفعه به من تکس بده عزیزم چطوری دوستت دارم کجایی تا من آروم بشم. چون تو دلم آرومم، حتی سفرم که میره میدونم نه قراره بر خیانت بکنه، نه کاری میکنه، نه من مثلا در خطرم، چون امنیت تو ذهن من هست. هر دفعه یه چیزی ناراحتم، اون اولین کسیه که میرم سراغش، اون مامانه است، اون آدم امن منه. و وقتی که در کنارم نیست میتونم ریسک بکنم، چون اون تکیگاه امن رو تو ذهن خودم دارم. برای همین میتونیم بگیم که اوج وابستگی، اوج سلامت اینجا. من هر چقدر که به همسرم وابسته بشم آدم سالمی هستم، برای اینکه از همه دنیا دیگه بی نیازم. آدمایی که این وابستگی شدید رو دارن نشون دادن که بیماری‌های قلبیشون، چیزای کلسترول، همون بیماریایی که میتونه به مسائل روانی داشته باشه، حتی تحقیقات زیادی شده که روی افتی که دوره مثلا بیماریایی مثل سرطان رو خیلی راحت‌تر پشت سر می‌گذرونن، استرس کار و مسائل بیرونی رو ما الان مثال خیلی خوبش رو این دوره کووید هستیم، توی با چجوری ما با کرونا داریم می جنگیم. اونایی که رابطه امتری دارن و اون اتچمنتشون اتچمنت امتری تو رابطهشون دارن با استرس های بیرون راحتر حلش میکنن، بچه داری رو، تمام مسائل بیپولی رو، مسائل مهاجرت رو، تمام اینا رو خیلی راحتر هندل میکنن، برای اینکه اون تکیگاه هست. بر همین اگر بگیم وابستگی چیز بدیه، اصلا وابستگی خیلی خوبه، به شرطی که اون وابستگی درست باشه به یه آدم امن و اون منو مستقل میکنه از تمام دنیا. درسته، من مطمئن نیستم، ولی فکر کنم توی گفتگوی فارسی اون وابستگی همچین که شما یه وابستگی ناسالم و سالم، وابستگی و کلا به عنوان ناسالمه به کار میبرن، سالمه رو بهش میگن دلبستگی. فکر کنم مطمئن نیستم، فکر کنم مثلا تو تکسا و اینا شاید اینجوری باشه که تعبیرشون، ولی تعریفش دقیقا همین چیزیه که شما میگین به نظرم، و خیلی میکسنس میکنه، خیلی منطقی به نظر میاد که دقیقا چون به نظر من اون منبع امن رو تو داری، آرامشه و اون تکیگاه بودنه و امنیت باهات هست. جالبه که میتونیم یه جورایی بگیم که بودن این حسی که تو دیپ واقعا از درون عمیقا راجع به یه نفر کر میکنی و همون ویژگی هایی که شما گفتی، available هستی، در دسترس هستی، پاسخگو هستی براش، و در این حال هم باوندری ها، مرزبندی ها رو داری، همین میشه که لازم نیست روزی 30 بار مثلا تکست بدی یا زنگ بزنی، و در واقع وینست یا اون ما بودن رابطه خیلی زیاده و من بودنش کمه. مثلا این من جالبه که زوجایی که سرطان، یکیشون یه پارتنری سرطان داشته، تحقیق کردم دقیقا حتی توی بیماری خیلی شدیدی مثل سرطان که خیلی تاثیرهای عوارض جسمی داره، موقعی که زوجا ریپورت میکنن، گزارش میکنن که وینس رابطه ما بودن رابطه ما زیاده، خیلی این عوارض جانبیش یا کانسیکونساش مثل کانسیکونس روانی، نتایج روانی، فیزیک، همه چیز خیلی کمتره تا وقتی که زوجهایی که گزارش میکنن که من بودن رابطه ما خیلی زیاده، همش راجع به من اینجوری، من اونجوری، کی امتیازش بیشتره، کی امتیازش کمتره، و اینجوری کانسیکوئنس ها خیلی بیشتر میشه، حتی در مواجهه با شرایط خیلی سختی مثل سرطان. و برای همین چیزایی که شما گفتین به نظرم خیلی خیلی منطقی به نظر میاد و خیلی معنی میده تو هر کانتکست مختلفی که در نظر بگیری. ممنون از توضیح خیلی خوبی که دادی آفرین جون. چیزی که میگین منو این سالا خب خیلی به فکر میندازه که چقدر ما از دیدگاه مختلفی این وابستگی رو، حالا من یه توضیح میخوام بگم که چیزی که داریم میگه خیلی خوبه، درسته، بحث دلبستگی، ولی دقیقا سو جانسون راجع به اون دیپندنسی صحبت میکنه که وابستگی. بخواهیم بگیم که اتچمنت دلبستگیه، دیپندنسی وابستگیه. من باید وابسته باشم تا امن باشم، یعنی من اون دیپندنسی رو احتیاج دارم برای اون دلبستگی. و چیزی که من اذیت میکنه و واقعا خیلی وقتا میبینم که حتی به سوجان سرم خیلی اعتراض شده مثلا توی از دیدگاه مختلف، اینه که تو چرا تشویق به وابستگی میکنی، برای اینکه مخصوصا فرهنگ غرب خیلی اینکه باوندری ست کن،
نه تو حقوق خودته، پول خودتو بگی، کار خودتو بکن، خانواده خودته، تلفن خودته، همش این که جدا کردن آدم ها از هم دیگه، نباید اجازه بدی همسرت وارد باوندری تو بشه، نباید اجازه بدی که یه زمین های خیلی قابل بررسیه که اون توضیح خودشو داره، ولی مسئله که اون حل نمی کنه مسئله رو. ما هایی داریم از همدیگه دورتر و دورتر میشیم، به جای اینکه ما از همدیگه دورتر بشیم، ما میخواییم اون امنیت رو ایجاد بکنیم. ما توی مثلا من توی رابطه با حتی بچه های خودم میبینم که مثلا پسرم میره برای اولین بار میخواد بنزین بزنه، یه دفعه با یه استرابی مثلا زنگ میزنه به من که ماما نمیدونم الان کجا کارتو کجا بذارم، مثلا بهش گفتم مثلا برو یاد بگیر برو ببین چجوری، و من مثلا اونجا بهش میگم ماما جان نگرانی نداره عزیزم، بذار تو کارتتو همراه، مثلا شنیدن صدای من و اون آرامشی که ماما جان هیچ دیدم ماما اینجا نوشته کار، حالا باید اینو آره ماما نه میتونم مرسی میتونم، این همون یه اون وابستگیه که اون تو اون لحظه میخواد مامان هستی آر یو دیر فور می. این رابطه مادر فرزندی، من یه مثالی از خودم بزنم. من چند سال پیش اومده بودم ایران، همسرم اینجا بودش و داشتم میرفتم از تهران داشتم میرفتم مشهد که مثلا 9 شب پروازم بود و 8 صبحم کلاسم داشت شروع میشد. رسیدم تو فرودگاه کیفم باز کردم دیدم لپتاپم نیاوردم، اصلا یه عرق سردی رو من که خدایا من فردا صبح ساعت 8 صبح سمینار همه مثلا پاورپوینت من روی لپتاپمه، اول اصلا خود لپتاپی که با همه زندگی من روی لپتاپ این کجاست، و توی اون هیرویر تنهایی فقط خواستم بکنم که به همسرم زنگ بزنم، حالا اون تو آمریکا بگو چی کار میتونه براتو بکنه. بعد بهش تلفن کردم و گفتم که گفتم من لپتاپم رو جا گذاشتم الان تو فرودگاه نمیدونم اصلا چی کار کنم. دقیقا میگم با اون صدای آرومی که خب ما خیلی روی افتی هم باش کار میکنیم که شیلا هیچ اشکال نداره، متاسفم قد الان مضطربی، متاسفم ناراحتی، تو همه چیز تو مغزت، همه چیز تو قلبت، تو اصلا احتیاج به اون لپتاپ نداری، پاورپوینت خیلی خوبه که داری، تو بدون پاورپوینت هم میتونی، چرا انقدر نگرانی؟ اون لپتاپت هم اصلا مهم نیست، حالا گمم شد، اصلا قدیمی بود، اصلا نگران چیزی نه، یه همچی داشته لا 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 مثل یه بچه که داری پیش پیش میکنی. یه دفعه گفتم لپتاپ هم کنی شد کنه، یعنی اون همچی که داشت من آروم میکرد همچی رو حالا داشت من تو ذهن من که آره باشه راست میگی، حالا نشدم راست میگی، میتونم من که بلدم، کاش بود پاورپوینت، ولی حالا میتونم کارم انجام بدم. و قشنگ این استراب من یه دفعه اومد پایین و گفت اصلا نگران هیچی نباش، همه چیز خوبه، برو سفرتو برو، امشب استراحت بکن، صبح اگه دوست داشتی به من زنگ بزن قبل از سمینار با هم دیگه صحبت بکنیم، ولی من مطمئنم تو میتونی، فردا به من زنگ میزنی میگه عالی بود، من اینو مطمئنم، اصلا من میشناسم تو رو، تو برو فردا به من میگی بهترین تجربه بود. و من گوشی رو گذاشتم، یکی از همکارا زنگ زد که لپتاپت اینجاست تو دانشگاه مونده، گفتم آره میدونم، گفت فلانی داره اتفاقا میاد فرودگاه برات میاره، خلاصه رسید دیگه فردا صبح لپتاپ به موقع به دست من رسید و کار را افتاد. ولی اگه به من بگیم به همسرت وابسته، خیلی وابستم، اگه بگی ناراحتی، اصلا ناراحت نیستم، دارم فقط وابسته ترم باشم. ولی که احساس میکنم نه من نمیخواستم استاپتون رو بزنم. میخواستم بگم خیلی خوبه، چون انگار که شما دارین میگین حتی این یه دعوتی هست برای ما که بیایم اون دفینیشن و تعریف هایی که در ذهنمون در سالیان سال جا افتاده راجع به مفاهیم مختلف، اونا رو حتی تو خودمون به چالش بکشیم و ببینیم که کار میکنه برامون، کار نمیکنه، خوبه، بده، مفیده، یا صرفاً یه سری مسیجی که از جامعه گرفتیم و داریم همونا رو زندگی میکنیم. فکر میکنم این خیلی جالب بود، دعوت جالبیه به این که فکر کنیم راجع به همه اینا. ولی از اون منم میخوام اینو بهش اضافه بکنم، من اگه به همسرم زنگ بزنم بگم که ببین من لپتاپمو گم مثلا جا گذاشتم، گمش کردم نیست، و اگر بگه تو نمیدونی موقع معلوم تو جلسه‌ام به من داری زنگ میزنی، آخه یعنی مگه لپتاپ چیزی که تو آدم جا میذاره اون مهمترین چیزه، تو چطور میتونی اون رو جا بذاری؟ من چیکار کنم الان از آمریکا؟ من چیکار کنم؟ از اون وقت خیلی مضطرب بشه، ای وای میخوای چیکار کنی؟ چی نمیدونم، خیلی بد شد، میخوای فلان کنی، میخوای، یعنی میخوام بگم که اون آدم تکیگاه من باید بتونه با من، و این چیزایی که ما توش تو درمان کار میکنیم که
که شما چجوری برای هم دیگه باشی. وقتی میگیم Are you there for me، گاهی اوقات بچه زمین میخوره، مادر انقدر استرابش میره بالا که اصلا حال بچه بدتر میشه، جیغ و داد و اینو بچه زمین خود مادر ما قش کرده. خدا هم یکی از همونا که من بچه هم تب میکنم، من اصلا میرم بالاتر، ولی این سالم نبود. این چیز برای که من اصلا سلف رگولیشن اون موقع بلد نبودم، نمیدونستم که نمیتونستم چجوری خودم رو با حال بچه، نمیتونستم تکیه گاه باشم، برای که حال خودم خوب نبود اون زمان. و این امید ما اینه که ما توی جلسه درمان، حالا اون قسمت سومی که فکر کردم که راجبش صحبت بکنیم، به من یه زمانی میدی لطفا، من که چقدر وقت داریم؟ آها زمان بگم این چقدر میخوایم یه وقت بدیم الان کار کنم. 20 دقیقه الان، 10:42 دقیقه است تا 11. اوکی، تو من دلم میخواد که اگر که اشکال نداری کم باز کنیم، دوستان بیان صحبتی بکنن، سوالی بکنن، ما 20 دقیقه دیگه داریم. من اوکی، یه چیز خیلی توضیح کوتاهی بدم از یه جلسه EFT رو، بعد اگر که اجازه بدین بقیه بیان، اگر سوالی هست به سوالم برس. من میخوام بگم جلسه درمان EFT چجوری هست. اینه که ما جلسه اول خب زوج رو با هم میبینیم و گوش میکنیم به اون الگوهای تکراریشون که داشتیم صحبتش رو میکردیم، که میدونیم که یه سری الگوهای تکراریه و برای هر زوج متفاوته. حالا زوجا معمولا با یه موضوعی ثابتی میان، میگن بیشترین علتی که زوجا میان درمان یا مشکل فرزند پروریه یا مشکل پوله یا مشکل سکسه، و من میخوام خانواده همسرم بهش اضافه بکنم برای جامعه شرقی که ما خیلی مشکل مادر شوهر خواهر شوهر مادر زن و دخالت خانواده رو داریم. این معمولا 4 تا موضوعیه که نمیگم 100%، ولی اکثر مواقع به خاطر اینا میان. و برای من درمانگر EFT اونقدر این مهم نیستش که اینا دارن سر پول دعوا میکنن، سر بچه‌شون، سر سکس، سر مادر شوهر. من دنبال اون پترنه دارم میگردم که ببینم چطور اینا به این جایی رسیدن که این پاسخ Are you there for me براشون شده نه، چه اتفاقی افتاده بینشون. و یه مقدار خب تاریخچه میگیریم راجع به اینکه رابطهشون چطور بوده، یه مقدار تاریخچه این که دلبستگیشون با پدر مادرشون چه جوری شکل گرفته. و معمولا اینه که من فیلم چیز Good Bad Ugly رو نمیدونم میشناسین که رابطه ما میگیم همینه، خوب و بد و زشته. رابطه معمولا خوبه اکثر مواقع، خب خوبه که با هم مثلا هستن دیگه، عاشق همیشن و همه چی خوب، دوره هانیمون تو دوره محصل میرن و آره با هم دیگه ارتباط دارن، همه مثلا خیلی با هم دیگه نزدیکن و برای هم دیگه آری هستن. بعد کم کم یه دفعه شروع میکنن یه سیگنالایی به هم فرستادن که احساس ناامنی میشه. تو بر من خیلی گل میخریدی دیگه، گل نمیخری، به من زیاد تلفن میکردی، زیاد زنگ نمیزنی، قبلنا مثلا قبل از خواب هر شب میمیدی بوسم میکرد، شب بخیر میگفتی، الان پشتتو میکنی، یواش یواش یه چیزایی شروع میشه که چی شد الان مثلا انگاهی چیزایی داره تغییر میکنه و اون یه استرابی تو من داره ایجاد میکنه. حالا ممکنه مثلا اون دوره هانیمون رو ما گذروندیم، همسر من چنانه شغل جدیدی گرفته و بنزه کافی وقت نداره، مثلا قبل که مثلا روزی 3 دفعه بهم تکس میداد که دوست دارم و چطوری و روزه چطور بوده، و یه دفعه تو من یه استرابی ایجاد میکنه که یه چیزایی داره تغییر میکنه. من چیکار میکنم؟ انگزایتی من میره، استراب من یه داره میره بالاتر و میرم سراغ اون که چیه، چی شده، پای کسی دیگه در میونه، خبری نیست از زد گلت کو، تکست کو، مثلا اون احساس بی‌کفایتی من نمیفهمم، برم تلفنشو چک بکنم، برم ایمیلشو نگاه کنم ببینم مثلا چه اتفاقی داره میفته دقیقاً. و اون حالش بدتر میشه که بابا اصلا دنبال مقصر نمیگردیم، دنبال اون پتر نمیگردیم. اون حالش بدتر میشه، احساس دوری میکنه، این چرا به من شک کرده، چرا با من اینجوری رفتار میکنه، سردتر میشه، اون سردتر میشه، استراب من بالاتر بالا میره، هر چقدر استراب من بالاتر میره بیشتر میرم سراغش، اون سردتر میشه، بیشتر دور میشه. و چیزی که سوجانسن میگه اینه که توی رابطه زناشویی معمولا یه نفر میگیم پرسیو میکنه، یکی ویدرا میکنه. من هی انگزایتی میره، استرابم میره بالاتر، هی بیشتر میرم سراغش، اون هی احساس بدتری میکنه، دورتر میشه، هر چقدر که اون دورتر میشه من بیشتر میرم، هر چقدر نزدیکش، هر چقدر من نزدیکتر میشم اون دورتر میشه. این معمولا یک پترن ثابتیه که تو اکثر زوجامون میبینیم و ما تو جلسه درمان دنبال این میگردیم. و یکی از زیبایی های EFT اینه که ما اصلا لیبل نمیذاریم،
مخصوصا پرسونالیتی دیزوردر خیلی حساسه که سوزان سن و میگه که ما همه گیر کردیم، ما آدم بد نداریم، آدم مریض نداریم، دیوونه نداریم، بد جنس نداریم، آدم بد تو داستانمون نیستش، همه گیر کردن، همه میافتن تو این چرخه ها، ما تو این چرخه ها گیر میکنیم و نمیدونیم چی کار بکنیم. و همین نگاه خیلی بی‌قضاوتیه، نگاه خیلی نرم و مهربونیه که من یک چیز از دکتر هولوپیدت شنیدم خیلی خوشم اومد، میگفتش که یه آدم امن، آدمی که میگه همه آدم های رو زمین گلن ولی بعضی از این گلان خار دارن ولی همه گلن، این یه نگاه آدم امنه. و نگاه درمانگر یفتی امید ما اینه که به دنیا اینجوری باشه که همه گل، همه مراجعین من گلن، حتی اون کسی که داره دیگران رو ابیوز میکنه، ولی اون یه گل خارداریه که خطرناکه. من نمیگم همه امن، ما میتونیم بریم هر گلی رو بغل کنیم و بو کنیم و آره، باید بعضی از گلا متاسفانه به خاطر چرا گل اصلا خار داره، برای اینکه میخواد از خودش مراقبت بکنه که آسیب نبینه، و اینا آدمایی هستن که آسیب دیدن و دارن تو بزرگسالی آسیب میزنن به دیگران، ولی ما در این حال به اونا میتونیم کمک بکنیم. برای همین نگاه، یکی این که نگاه فوق العاده بی قضاوتیه، تمام هدف ما اینه، به این معنی نیست که همه درمانگرای افتی اینجوری هستیم، ولی امیدمون اینه که نگاه بی قضاوتی داشته باشیم. و من متخصص نیستم تو درمان، خود سو جانسن میگه که وقتی که مراجعین من میام و میگن دکتر جانسن، میگم به من بگین سو، برای اینکه من اصلا نمیخوام ادا اینو در بیارم که من از تو بهتر میدونم، یا من به تو کمک بکنم. و چیزایی که روش خیلی تکیه میکنه اینه که مثلا توی فیلماش که نگاه میکنی میگه که مثلا مریم میتونی به من کمک بکنی تو رو بهتر بفهمم، میشه به من درست دارم میگم، میشه من اگه من اشتباه میکنم میشه من تصحیح هم بکنی. و این خیلی براش مهمه که ما به عنوان یک متخصص وارد اتاق درمان نشیم. من کسی هم که نقشه رو دارم و تو کسی که به من میگه کجا میخوای بری و من به تو کمک میکنم، ما داریم با هم یه کاری رو انجام میده، من از تو بالاتر نیستم، از تو بهتر نیستم، من یه اطلاعاتی رو دارم و چون تو به هم ریختی من میتونم به تو کمک بکنم که اتحادی تو جاده خاکی من دوباره برگردونم تو جاده زمین. خب خودمونم دیگه توصیه که تو تمام روش ها هستش که هر درمانگر خودش هم احتیاج به درمان داره. و اینا چیزایی که خب به من خیلی حس خوبی میده توی، یعنی فکر میکنم خیلی به نیازهای من داره جواب میده، که من که شاید بیشتر قصه گو هم تا آدمی که توی تئوریا بخواد گیر بکنه، خیلی به هم احساس پذیرفته شدن رو میده این تئوری که من میتونم خودم باشم، ادا لازم نیست در بیارم، نمیخوام که یه آدم مثلا پروفشنالی باشم که شما بعد به من احترام بذارید، نه، ما تو گیر کردی، منم دلم برات میسوزه، تو قلبم حست میکنم، خیلی جاهام نمیدونم، خیلی جاها منم سه تو گیر میکنم، ولی با هم کمک میکنیم راهو پیدا میکنیم. بیشتر اینکه ما شاید متخصص پروسس باشیم و همون نقشه‌ای که دستمونه، ولی اصلا متخصص زندگی آدم‌ها و آدم‌ها نیستیم. اون آدم‌ها خیلی بیشتر خودشونو میشناسن و رابطه‌شون رو خیلی وقتا بیشتر میشناسن تا ما، به خاطر که اونو زندگی کردن. و من حالا خودم کلا آدمم که خیلی ویژوالیست، خیلی تصویرسازی میکنم از داستانایی که میشنم. پیدا این شما اینجوری که از EFT تعریف کردین به چشم من شبیه این پت نرمو هست، خیلی ساخت و قشنگ ناز آدم شبیه اوناست، خیلی خوب و نرم و گرم و مطمئن و امن. آره ولی نه، EFT واقعا همین اوییدنس بودنش و همه این تحقیقاتی که راجبش شده، این که حتی به قول یکی از استادای من میگفت ما دو تا خدای زنده زوج درمانی داریم، الان یکی سو جانسون، یکی هم گاتمن. حتی مثلا گاتمن هم میگه من این روی که متدمو که دارم روی شونه های EFT و سو جانسون واسدادم، و به نظرم خیلی خیلی ارزشمنده و خیلی 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 جاها مفیده، خیلی جایی که تئوریای دیگه جواب نمیده EFT خیلی کمک میکنه، بخواد که اون همونجوریش اون گیر کردنه، اون پلاگ بودنه باز بشه و جریان پیدا کنه. اصلا شما هم خیلی قشنگ توضیحش دادین. حالا نمیدونم که میخواین سوالا رو باز کنم. مرسی. اوکی، کامنت ها رو باز کنم که اگه آدم و سوال دارم میتونم بپرسم. مثلا فقط دست کن دادن میبینم. ولی واقعا مرسی از همه کسایی که ما رو تماشا کردن، مرسی از شما به خاطر وقتتون، و مرسی از کسایی که بعدن هم این لایو رو ذخیره میکنن، بعد تماشا میکنن، اگه سوالی داشتن اونجا هم میتونن بپرسن. حالا من هنوز سوالی ندیدم، یه سوال بزنید اینجا اومده.
یه نفر پرسیده که یه فردی که مثلا اسکیزوفرنیا هم داشته باشه یا مثلا مواد مخدر مصرف کنه بازم بهش به چشم انسان سالم نگاه میکنی؟ سوال جالبی پرسید. فکرم بیشتر الان تعریف سلامتی اهمیت داره. اولا آره من خواهم بگم دوباره به اون داستان سلامته چه کمکی میکنه که من میخوام بهش بگم این آدم سالمی نیست. الان خب دو تا مثال زدین که خیلی تو ذهن من مثال از هم دیگه متفاوته. اسکیزوفرنی که اصلا انتخاب خودش نبوده، یه بیماری کاملا ژنتیکیه و چیزی که مثل این که من بخوام بگم که مثلا یه نفری که چه میدونم مثلا پاش معلوله از دیده من آدم سالمی هست یا نه، مثلا نمیخوام بگم اصلا اینجا بحث سلامت نیستش. اینی که من دارم خواهد به این آدم کمک بکنم که تو با این پای معلول چجوری زندگی خودت رو اداره بکنی. ولی اون بحث اعتیاد که خب اصلا کامل دوباره یه داستان دیگه ای رو باز میکنه. برای اینکه من چرا من معتاد میشم، یه توضیحی که میتونم بدم اینه که در واقع چیز خیلی نکته خیلی جالب که راجبه EFT هست اینه که سو جانسن معتقد هستش که آدم ها همه دلیل خوبی برای انتخاباشون دارن. به این معنی نیستش که انتخاب درستی رو میکنن، ولی اون کسی که معتاده مواد استفاده میکنه انتخاب خوبی نکرده، ولی دلیلی داره برای اون انتخابش و من درمانگرم که باید بفهمم که چرا. و همین آره از دیده من آدم من اصلا به این فکر نمی کنم که آدم سالمی هست یا نیست. من به این فکر می کنم که این آدم دردی داره تو زندگیش و نتونست اون درد رو برطرف بکنه و داره با استفاده مثلا از اعتیادش داره استفاده میکنه برای اینکه خودش رو بی‌حس بکنه. برای مثلا بحث سلامت اینجا مطرح نیستش توی EFT. بحث اینه که دوباره این گیر کرده، این تو اون درده گیر کرده و انتخاب بهتری رو اون موقع نداشته. من بهش کمک میکنم که انتخاب بهتری رو بکنه. دقیقا بحث اینه که به نظر من همونجوری که شما گفتین از کلمات و لیبل ها فراتر بریم و داستان پشت چیزایی که میبینیم و بررسی کنیم، چون اون خیلی بیشتر بهمون کمک میکنه. دقیقا دیگه اون لیبل سالم و ناسالم کمکی نمیکنه جز اینکه انرژی آدم ها رو برای تغییر میتونه بگیره. دقیقا. ما از کسی میخوایم استفاده کنیم که بهشون انرژی بده. دقیقا. یعنی اصلا پرسیده آیا شما فیلمی دارین؟ مثلا فیلم خاصی هست که توصیه کنیم به زوجا با هم ببینن برای اینکه رابطهشون بهتر بشه یا چیزی شبیه؟ فیلم هول می تایپ هستش که خودمون اصلا زیرنویسش کردیم، از کامیونیتی EFT میتونین تهیه بکنین فیلمو. فوق العاده است. چند تا جلسه آموزشیشه، یعنی آموزشیشه، کتابش هم باهاش هست، اونا میتونن خونه تمرین بکنن و فیلم رو ببینن. برنامه هول می تایپ رو خود سو جانسن هم یه هول می تایپ آنلاین داره که زوجا میتونن برن همونجا ثبت نام کنن، ولی به انگلیسیه. اما ما پکیجش رو، کامیونیتی ما پکیج رو به فارسی ترجمه کرده که هم کتابش هم فیلم رو میتونن ببینن، میتونن مثلا پاز بکنن تمرین ها رو انجام بدن، بعد ادامه فیلم رو ببینن دوباره پاز کنن تمرین ها رو انجام بدن. محکم در آغوش هم بگیر با IREFT اگر تماس بگیرن، اونجا پکیجش روی تهران هستش، میتونن اونجا تهیه بکنن. یه سوال خوب دیگه هم یه نفر پرسیده، خب مثلا ما این صحبت های شما رو که گوش کردیم، اگه بخوایم که در برای پارتنرمون اونجا باشیم و بهش تکیه کنیم، تکیه گاهش باشیم یا اون تکیه گاهمون بشه، الان باید چی کار کنیم؟ الان که داریم به شما گوش میدیم، قدم بعد این چی میشه؟ بیاییم با یه EFT تراپیست کنیم. قدم اول برداشتیم این باز بودن شما با همین سوالتون خیلی چیزا رو من داره میگه. اینی که یعنی این قدم اول همینه که من میخوام تغییر بکنم. چی کار میتونیم بکنیم؟ نگاه به نظرم میاد چاید یه مقدار مطالعه بکنید. خود کتاب هول می تایپ دو سه تا ترجمه مختلف تو ایران شده، کتابای دیگه سو الان داره، نمیدونم شما درمانگرین یا نه، ولی برای کتابی که من میشناسم برای زوجا فقط هستش الان هول می تایپ که تو ایران ترجمه شده. خیلی کتابه که اونی که من گفتم ما ترجمه کردیم فرق میکنه، اون یه پکیج متفاوته، ولی خود کتاب هولد می تایت رو بخونید. تو کتاب تمرین داره، هر هفته گفتگو داره، هر بخشی که میخونید بهتون تمرینا رو میده و تمام تمرینا بر اساس اینه که شما چجوری ARE باشین، باید دو نفری انجام بدین، شما با پارتنرتون با هم کتاب میخونید، تمرینا رو انجام میدین، میرین فصل بعدی. ولی من بخوام بگم که به نظرم چیکار میشه کرد. به نظر من بیشتر از هر چیزی اون ابزرویشن هست که من خودم رو بتونم ببینم و ببینم که اینجا چقدر من
هستم و بودم و چجوری میتونم باشم. شاید اینی که من نیازم تو این شرایط چی، اگه من الان لپتاپمو جا گذاشته بودم و خیلی وحشت کرده بودم، الان چی احتیاج داشتم؟ احتیاج داشتم که منو سرزنشم کنه، یا یه نفر خیلی مضطرب بشه، یا یه نفر اینکه احتیاج داشتم که به من بگه نگران نباش عزیزم، همه چی خوبه، دنیا تموم اتفاقی نمیافته. شاید اون خیلی کمک بکنه به اینکه من اگه به نیازهای خودم دسترسی داشته باشم، راحت‌تر میتونم به نیازهای دیگران پاسخ بدم. یه نفر دیگه پرسیده که توی رابطه که هستیم اگه مثلا تمایل من خیلی بیشتر از پارتنرم باشه برای اینکه رابطه‌مون کار کنم، ولی پارتنرم آیا تنهایی میتونم برم جلسه EFT؟ حالا اینم از اون سوالای خیلی سختی که ما دائما باهاش روبرو میشیم. من نمیخوام بگم بیفایده است. من خودم مراجعین فردی دارم که خیلی هم دارم خواهد زوجی بیان، ولی همون که داریم میگین پارتنرشون به دلایل مختلفی نمیخوان، دوست ندارن که بیان. بیفایده نیست، ولی نتیجه که شما از جلسه زوجی میگیرین از جلسه فردی نمیگیرین. برای اینکه چرخه دوباره که از زیبایی های EFT اینه که کسی از اون یکی بیشتر مقصر نیست. یکی این نیست شما بگم این تو حالت خیلی بده، تو حالت خوبه، تو سالمی، تو ناسالمی. برای اینکه تمام تحقیقات نشون میده آدم ها تو چرخه میافتن. حالا اون شکل چرخه اون شکل بی نهایتیه که ما داریم. توی اون شکل بی نهایت دو طرف وضعه یه اندازه است. یکی نمیتونه سنگین تر باشه اون یکی. من نمیگم که همه حالشون یه اندازه مثلا منقلب به هم، چرا یکی ممکن تو زندگیش خیلی تراما داشته باشه و اون که خیلی کمتر تراما داشته باشه. مسئله سنگینه که ما وقتی صحبت پرسیو و ویدرا رو میکنیم، ما داریم به همدیگه جواب میدیم. حتی اگه من خیلی تو زندگیم تراما داشته باشم و همسر من خیلی زندگی امن‌تری داشته باشه، ولی اون نمیدونه چجوری به تراماهای من جواب بده. بر همین نقش ما دوتا یکیه توی رابطه که من حالم بده و اون نمیدونه چجوری به حال بد من پاسخ بده. بر همین ما احتیاج به زوج درمانی داریم که اونم یاد بگیره که چجوری با تراماهای شیلا کنار بیام، چجوری بتونم براش اون آدم امنی باشم که تو زندگیش نداشته. ولی در نهایت میخوام برگردم به جواب اینه که میتونه موثر باشه، ولی خب اون چیزی که شما از زوج درمانی میگیرین خیلی بیشتره. یه سوال کوتاه دیگه هم می‌پرسم، بعد میخوام که شما سرویسایی هم که دارین برام توضیح بدین. یه پرسیده این که ما بیایم زوج درمانی، آیا شما میدونین مثلا آن اوریج انقدر زمان می‌بره این انقدر تعداد جلسه یا چیزی شبیه این؟ سوال خوبی می‌پرسین و سوالی که خب خیلی تا حالا من بارها دیدم از سو، از پرسیدم، از خودم هم خیلی سوال می‌پرسن. سو میگه حدود 20 جلسه و داد درمانگرا رو در آورده با این عددی که میگه. و چند بار من بعدا شنیدم که تو صحبت‌ها دارم ویدیوهاش هم همه هست. میگه ببینیم ما اون 20 جلسه رو که میگیم بخاطر که ما تو تحقیقاتمون مثلا سرمایه گذاری میکنن که آقا شما 20 تو 20 جلسه نشون بدین که EFT چجوری کار میکنه. برای همین میگه مثلا ما رو ترید میل هستیم دیگه، تو اون 20 جلسه میدوی، ولی واقعا تو جلسه واقعی ممکنه تو 20 جلسه اون تغییری که ما توی تحقیقاتمون دیدیم اتفاق نیفته. من حقیقتش از خودم بپرسین زوج درمانی من حدود 20 اوریجش 20 جلسه هست. ولی زوجایی هم دارم که دو سالم هنوز دارن میان. خیلی وقتا فرکانسیش نه مالا لاغل در تجربه من فرکانسیش تغییر میکنه. یه زوجی شاید مادام هم بیان پیش شما ولی فصلی یه بار بعد از اینکه یه جلسات مشخصی تموم شد. به خاطر که همیشه به نظر من تراپی برای آدم های برای قوی شدنه و همیشه کمک That's why نه. حالا با توجه به اینکه وقتمون تموم داره میشه، من میخوام که اگه مثلا من دارم این لایو ما رو الان نگاه میکنم، چه اگه عموم جامعه هم چه درمانگرم و بخوام از سرویس های شما استفاده کنم، باید چی کار کنم؟ وبسایتتون؟ وبسایت من خیلی، من وبسایتم تازه